درود به تمام دوستان. بیماری‌های مختلف و بیماری‌های همه‌گیر هزاران ساله که در کنار ما انسان‌ها زندگی می‌کنند. و با اینکه بیماری‌های همه‌گیر به ندرت اتفاق می‌افتند، می‌تونن پیامدهای ویرانگری رو به همراه داشته باشند و اونا می‌تونن زندگی انسان‌ها رو به طرز‌های مختلف و عجیبی تغییر بدن. و در تاریخ ما انسان‌ها هیچ بیماری مانند طاعون خیارکی زندگی انسان‌ها را عوض نکرده. باور بر اینه که طاعون خیارکی از رشته کوههای تیانشان در شمال چین شیوع پیدا کرده. باکتری یرسینیا پستیس زیاد فعال نبود و فقط هر چند وقت یک بار سبب شیوع کوتاه مدت چند بیماری می شد. اما در قرن ششم میلادی یک چیزی تغییر کرد. امپراتوری روم شرقی که در اوج قدرت خودش بود، کنترل شبه جزیره ایتالیا رو به دست گرفته بود و داشت دوباره امپراتوری روم رو یک پارچه می کرد. و معلوم نیست چطوری از مرکز آسیا به مصر اومده بود، اما اولین مورد از طاعون خیارکی در مصر سر در آورد و همان زمان و همان جا بود که اولین همه‌گیری جهانی در تاریخ ما انسان‌ها قرار بود آغاز بشه. طاعون خیارکی توسط کک‌ها شیوع پیدا کرد. این کک‌های آلوده به طاعون خیارکی بر روی موش‌های صحرایی زندگی می‌کردند. سپس این موش‌های آلوده سر از کشتی‌ها در می‌آوردند و به شهرهای مختلف سفر می‌کردند. اما بعد طاعون باعث مرگ شمار بسیار زیادی از موش‌ها شد. بنابراین کک‌های آلوده به طاعون شروع به پیدا کردن یک میزبان جدید کردند و شروع کردن به حمله به انسان‌ها و آلوده کردنشون. وقتی که یک کک یک انسان رو گاز می گرفت، باکتری وارد بدن می شد و به سرعت خودش رو به دستگاه لنفاوی می رسوند و شروع به تکثیر می کرد. یک انسان آلوده برای 1 تا 7 روز هیچ نشونه ای از بیماری نشون نمی ده. اما بعد کم کم دچار تب و لرز، حالت استفراغ، سرگیجه و درد شدید ماهیچه و مفاصل می شه. و پس از 24 ساعت خیارک ها بر روی بدن بیمار، مخصوصا در اطراف ناحیه نیش کک، زیر بغل و بالای رونها ظاهر میشن و سپس پوست انسانی که هنوز زنده است شروع به تجزیه و پوسیده شدن میکنه که با درد غیر قابل توصیفی همراه خواهد بود. اگر بیماری به موقع درمان نشه، فرد آلوده به احتمال 30-90% جون خودش رو از دست میداد و حتی امروزه و با وجود آنتی بیوتیک های مدرن، درصد مرگ یک شخص آلوده حدود 10%. اما مسلما در آن زمان مردم اروپا و خاورمیانه هیچ دسترسی به آنتی بیوتیک نداشتند. اونا حتی نمیدونستن موش‌ها و کک‌ها عامل اصلی این طاعون بودند. به همین دلیل زمانی که کشتی‌های باری جو و گندم که داخلشون پر از موش‌های آلوده بود از مصر به قسطنطنیه، یعنی بزرگترین شهر جهان در آن زمان رسیدن، این بیماری به سرعت در شهر شیوع پیدا کرد و سبب مرگ 40% جمعیت شهر قسطنطنیه شد. حتی پادشاه روم شرقی هم دچار این بیماری شد. این طاعون با کمک کشتی‌هایی که در دریای مدیترانه سفر می‌کردند، به سرعت خودش رو به شهرهای بندری شرق اروپا رسوند و ظرف فقط 2-3 سال 25% مردمی که در مناطق شرقی مدیترانه زندگی می‌کردند جون خودشون رو از دست دادن. 10 میلیون نفر در امپراتوری روم شرقی و اوراسیا کشته شدند. و مرگ این همه انسان اقتصاد قوی این امپراتوری رو که تازه به اوج قدرت خود رسیده بود در کل از بین برد که سرانجام سبب شکست کامل این امپراتوری شد. اولین همه‌گیری ثبت شده جهانی تاریخ سبب مرگ حدود 50 میلیون نفر شد، یعنی چیزی حدود 13% جمعیت کل آن زمان جهان. در اواسط قرن 8 میلادی بود که این طاعون کم کم ناپدید شد، تا حدود چند صد سال بعد که دوباره به سرعت شیوع پیدا میکنه و این بار سبب مرگ و میر بیشتری در جهان میشه.
در سال 1347 میلادی طاعون خیارکی از شبه جزیره کریمه سر در آورد. جمهوری جنوای ایتالیا یک پست تجاری در این منطقه داشت به نام کفا که توسط مغول‌ها محاصره شده بود. در واقع چند سال قبل از اون این طاعون از استان هوبی و از اطراف ووهان چین شیوع پیدا کرده بود و سبب مرگ 80% جمعیت استان هوبی شده بود و مغول‌ها این طاعون رو از اونجا به پست تجاری کفا آوردن. ارتش مغول‌ها هنوز نمیتونستن کنترل این پست تجاری رو به دست بگیرن و برای همین شروع به منجنیق کردن جنازه‌های آلوده به طاعون خود به داخل دروازه‌های کفا کردند. یعنی میشه گفت این جنگ به نوبه خودش اولین جنگ بیولوژیکی تاریخ بوده. مردم شهر کفا شروع به مریض شدن کردند و ارتش جمهوری جنوای ایتالیا شکست را پذیرفت و با کشتی‌های خود به سرعت به ایتالیا بازگشت. اما بدون اینکه از اون اطلاعی داشته باشن، اونا با خودشون موش‌ها و کک‌های آلوده را هم به ایتالیا آوردند که میشه گفت جرقه بدترین پاندمی تاریخ جهان رو زدند. بعد از اینکه موش‌های آلوده وارد شهرهای سیسیلی و جنوا شدن، تا اون به سرعت در کل ایتالیا و سپس کل اروپا گسترش یافت. تخمین زده شده بین سالهای 1347 تا 1351 میلادی 60% کل جمعیت اروپا به خاطر این تا اون کشته شدند. اما بعضی مناطق شاهد مرگ بیشتری بودند. تخمین زده شده که 75% جمعیت کشورهای ایتالیا، فرانسه و اسپانیا کشته شدند. حدود 70% جمعیت انگلیس، 60% جمعیت کشور نروژ و 25% جمعیت کشور آلمان. پاریس و لندن نصف جمعیت خودشون رو از دست دادند. اما بعضی نقاط اروپا شاهد این طاعون نبودند. مانند لهستان، بیشتر نقاط مجارستان و بلژیک، و هنوزم دلیل اون معلوم نیستش. همچنین این همه‌گیری که به مرگ سیاه معروف شده بود در بین همون سالها سبب مرگ یک سوم جمعیت کل خاورمیانه شد. تاریخدانان تخمین زدند که بین همون سالهای 1347 تا 1351 میلادی حدود 200 میلیون نفر در اروپا و آسیا جون خودشون رو از دست دادند. این آمار وحشتناکیه، چون در اون زمان جمعیت کل جهان حدود 475 میلیون نفر بوده. یعنی امکانش هستش که حدود 42% جمعیت اون زمان جهان ظرف فقط چند سال کوتاه و فقط به خاطر یک بیماری جون خودشون رو از دست دادن. یعنی اگر این همه‌گیری امروزه اتفاق می‌افتاد، حدود 3 میلیارد و 150 میلیون نفر کشته می‌شدند. مرگ سیاه در اروپا آینده دنیا را عوض کرد، زیرا مرگ سیاه نیاز به کارگرهای معمولی را به شدت افزایش داد و به خاطر اون کشاورزهای فقیر قدرت بیشتری داشتند. اونا از خانواده‌های اشرافی تقاضای دستمزد و آزادی بیشتر کردند و اونا هم مجبور بودن به تقاضای اونها گوش بدن. در آن زمان دستمزدها افزایش یافتند و قیمت زمین‌های کشاورزی به شدت پایین اومد. مرگ سیاه شروع به نابودی نظام ارباب رعیتی کرد و کم کم جای خودش رو به نظام سرمایه‌داری داد. 200 سال تمام طول کشید تا اروپا به همون جمعیت قبل شیوع طاعون برسه. قرنها بعد طاعون خیارکی هنوز هر از گاهی سر و کلش در اروپا و خاورمیانه پیدا می شد. مخصوصا در لندن و در سال 1665 و مارسی در سال 1720. ولی هیچ کدوم از اونا به یک همه‌گیری جهانی تبدیل نشد. تا سال 1855 و سومین همه‌گیری طاعون در چین. این دفعه طاعون سر و کلش از استان یونان چین پیدا شد و به سرعت در کل قلمروی پادشاهی چینگ شیوع پیدا کرد. سپس این طاعون به پست تجاری بریتانیا در هنگ کنگ رسید و از اونجا توسط کشتی‌های بریتانیا به هند و خاورمیانه شیوع پیدا کرد. این طاعون این باره سبب مرگ 12 میلیون نفر شد که بیشتر اونا در هند و چین زندگی می کردن.
ولی این همه‌گیری مثل دفعات قبلی قربانیان زیادی نداشت، زیرا در اواخر قرن 19 میلادی اونا باکتری این بیماری رو کشف کردند و فهمیدن توسط کک ها و موش ها حمل میشن و سالها بعد و بعد از کشف اولین آنتی بیوتیک این طاعون از زندگی انسان ها ناپدید شد، اما نه به طور کامل. خوبه بدونید طاعون خیارکی هنوز وجود داره. بین سالهای 2010 تا 2015 3248 مورد ثبت شده از طاعون خیارکی در دنیا گزارش داده شد. اما خوشبختانه بعد از چند صد سال دست و پنجه نرم کردن با طاعون خیارکی، حالا ما انسان ها میدونیم چطوری از پس اون بر بیاییم. خب اینم از ویدیوی امروز بود. امیدوارم از تماشای اون لذت برده باشید. لایک و کامنت یادتون نره و در آخر و مثل همیشه زنده باد انسانیت.